تو زندگی آدم معمولا نقش‌های مختلفی رو برای خودش و دیگرون بازی میکنه و خیلی وقتا نمیدونه چرا این نقش رو انتخاب کرده و اگه یه روز سری به ته وجودش بزنه برای خودش هم تاریک و نامفهومه که این نقش بازی کردن ها چرا و برای چی بوده. ما فکر میکنیم خودمون رو میشناسیم، اما پر از شک ها و ترس ها و رنج ها و خوشی هاییم و نمیدونیم که نمیشه این حس های واقعی رو از هم جداشون کرد. ما گاه غمگینیم و گاه سرخوش و گاهی هم چیزی میان این دو، مثل دکمه پیراهنی که نه محکم چسبیده است و نه اونقدر رها شده که بیفته و با چند نخ هنوز خودش رو آویزون نگه داشته و برای نجاتش ممکنه کار به جاهای باریک بکشه. خیلی باریک. وضعیت پیچیده ایه، اما باید شجاع بود و یه جایی تصمیم گرفت و دکمه رو از پیراهن جدا کرد که این شاید بهترین انتخاب باشه برای خودمون، برای دکمه و برای پیراهن. آدم باید اندازه قابی که در اون جا میشه رو بدونه، باید کمی بیسته و با خودش آشنا بشه، اون وقت شاید تمام حکم‌های قطعی رو کنار بذاره. شجاعت تعریف‌های مختلفی داره. گاهی وقتا برای شجاع بودن باید ایستاد، گاهی باید گفت نه، گاهی باید ساکت بود و گاهی باید دوید 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 و دور شد. عباس آقا چرا در باز نمی کنی؟ عباس آقا خونه نیستی؟ عباس آقا سلام خانم. ببخشید شما؟ ببخشید شما؟ ما مستأجره عباس آقایی. پس مستأجره جدید شمایی. یخچی لیغی ایلیم ازدن آلو بلار، یخچی سیزی یمان گونه از سالو بلار. حالا عباس کجاست؟ عباس
به ما نگفته بودم شما میایین. برای شما عباس آقا. ببخشید عباس آقا. من باید یه اعترافی بکنم تا این دلم آروم بشه. راستش من فکر کردم دیدم خیلی راحت قبول کردم که جوان مردم کلیتشو بده به من پیر مرد. البته تو خیلی بزرگواری، کارت درسته، اهل دلی. به هر حال بین ما یه انس و الفتی شکل گرفته. اصلا همه تون اینا پسرهای من میمونید. ولی راستش همین که زود قبول کردم این بود که من ترسیدم پسرم، ترسیدم. من با این کبکبه و دبدبه میترسم از مردن، نبودن، ندیدن چیزهای قشنگ دنیا. من میترسم. نشنیدم. میگم من میترسم. ولی عباس آقا خیلی عجیبه بین این همه آدم یه گور و خونی من و شما یکی در میاد. بله، هیچ کار خدا بی حکمت نیست. راستی اینم بگم، فکر نکنیم ما هم جز اون آدم هایی هستیم که خب کلیه رو گرفتیم و دیگه تموم. نه، من بهش فکر کردم. اتفاقا من خودم رفته بودم در بیمارستان، کلی ها که ایزده بودن رو دیوار، همه هم برا فروش، چه قیمت هایی، همه هم گرفت. ها من هم دیدم. دیدی؟ خب نظرتون چیه؟ نظرم اینه که تو خیلی مردی، کارت درسته. همین که تو این اوضاع و احوال میدونی کارتو چند برابر ارزش بهش میده. نه چند برابر، چرا؟ همین قدی که آدم حقشو بگیره رو با خودش واسه کافیه. ولی من اینم قبول دارم تو این دور زمونه آدم هایی هستم مثل تو، نه تنها حقشونو نمیخوام، باور دارم که تو یه لحظه هم به پولش فکر نکردی. درسته؟ الو عاطفه، توی عاطفه؟ ای بابا تو آخر کار خودتو کردی؟ بابا لازم نبود بیای آخه. من تو ماشینم با آقا مسعود. کجا داری میای؟ آره میبه گرفتم همه رقم. باشه من میام خونه دیگه، با مسعود میام. جیگر سر را که میان جیگرم میگیرم. عاطفه واسه چی بلند شدی اومدی اینجا؟ برای اینکه برادر دست گلم به زنگ زده که تنها کلیه یه باقی موندم هم دارم از دست میدم، ولی به تو نگفتم. چی شد؟ بابا بدبختم اسمشو میاریم. بیا بریم بشین. بیا بلکم میام. ببین کاراتو اساتو بیارم. نه بابا اسات چیه؟ الان که رسیدی ته خط تازه به من خبر میدی. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. اگرم بگم به من چرا نگفتی، میگی بهت نگفتم که نگران نشی خواهر. الانم اگه بهت گفتم برای اینه که کلیه پیدا شده. واقعا که خان داداش دست درد نکنه. من اصلا نمیکرم باجی. شما تاج سر منی. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل اشتها ندارم. با این ریحون تازه ها بزنین اشتهاتون باز میشه. میدونین داداشم مغازه پروتئینی داشت 20 سال پیش،
حدودم. بیا خواه شدم بسنه؟ نه ردش کرد رفت. در آمد نداشت؟ چرا داشت، ولی قصه چیز دیگه ایه. یه عمر گوشت خوب و سالم داد دست مردم، گوشت، راسته، جیگر، قلوه، دل، قلوه گاه مرغ، قلوه. عطف خانم، قلوه را دوبار گفت. آخه قلوه خیلی زیاد میفروخت. خوب با هم گرد میزنید را بخور جیگر دیل. خدا هم باید تو بیامرسه. بخور دیگه. چشم آبجی، تو این زمونه اگه کسی حق خوردن گوشت و مرغ و جیگر رو داشته باشه فقط آقا مسعوده. پارتی بازی میکنی خانم داداش؟ معلومه خیلی دوستش داری مسعودو. با وجود قدم های باگذشت و فداکاری مثل تو زندگی خیلی قشنگ تر میشه. بله قشنگ تر میشه. آقایون بفرمایید شام. بیان دیگه. کلیه مسعود باعث شد بعد از عمری شام درست حسابی بخوریم. درست شبیه آخرین وعده غذایی که به یه محکوم میدن تا حکمش اجرا بشه. برای آقا مسعود بکشیم. استا برای شما منه. یه زنه بدارم یه دونه دیگه بریز. افتادی هرمون تو یه دونه هم برای من بریز. این سفارشی برای آقا مسعود. تو مرغا رو بزرست. این هم کیه؟ یکی دیگه هم بزرست. یه فرمویم یه مرغز دمت در کم آورده من تو دیس بخورم. دست در مسعود بخور دیگه. چرا نمیخوری؟ آفا آقا رو انقدر پرورش کردن دیگه میل به غذا نداره. آقا مسعود من یه چیزی عرض کنم. بنظر من شما اگه کلیه رو به عباس آقا ندی مسئول مرگ عباس آقایی، مدیون جگرهایی هستی که خوردی و مسئول امیدواری ابلهانه‌ای که به این خانواده دادی. خب از طرفی اگه کلیه رو بدی تا آخر عمر ممکنه که ازش متنفر بشی. این نفوذیه؟ اصلا ممکنه با یه چاقو بیفتی دنبالش بعد بخوای کلیه رو دقیقا از همون قسمتی که بایده. نه 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 بکشی بیرون. بده من اینو. بیا موضوع باشه. بده من بابا. بله؟ میگم الان هم همین حسه دارم. آقا ول کن دیگه، مگه نمیبینی رنگ روش نمونده؟ چی خواهد داری؟ چیا؟ همیچ نوست داری دیگه. آقا به نظر من اهدای عضو یه کار خیلی پسندیده است. دقیقا هر آدمی هم از پسش بر نمیاد، نمیتونی آدم معمولی باشی ولی بزرگواری داشته باشی. بله دقیقا. از طرف هم عباس آقا آدمی نیستش که بفهمه طرف رضایت قلبی نداره و بخواد به زور کلیه رو ازش بگیره. دقیقا. من اصلا یه رفیق داشتم کلیه پیوندی گرفت ولی صاحبش راضی نبود. سر سه ماه سنگسار شد کلیه. یه داستان داشتیم بعدش. آفرین سنگسار. ما باید یه راهی پیدا بکنیم که کلی آقا مسعود ما یه مدتی سنگساز بشه. آقا اصلا برفرض که سنگساز بشه عذاب وجدان قضیه رو میخواد چی کار کنه؟ تا آخر عمر رو گردش شد دیگه، فراموشش نمی کنه. آقا چرا چرت و پرت میگین شما؟ حواستون هست؟ با شما نیستم آرمان جانا. این نمک رو من... نمک نمی بردی؟ آقا؟ نه یادم را. گوشه سمت راست رو نیافت.
آقا من یه علکی سنگساز باشه. بابا راه حلش خیلی ساده است. ما باید هم به فکر مسعود جون باشیم، هم به فکر عباس آقا باشیم. بابا سنی ازش گذشته، زشته. اینجوری جفتشون خوشحال میشن. که جفتشون خوشحال میشن. که جفتشون خوشحال میشن. تو آخه واسه دل خوشی عباس آقا من انداخته ای وسط این هچه. نه اینطوری نیست. اینجوری هست. نیست. اینجوری هست. آقا نیست. اینجوری هست آقا. بذار دره منی اونجا بستدی. خواهی حرف میزشی تو درنی من. نامستم. تو رفته بودی پیش خانم اسدیان. داشتی نسکافه میخوردی دامارکی میخوردی. آقا من غلط کردم. خود تو خواه اونجا بزرگتری. یه چیزی بگو جمعش کنی میتونی. گفتم دیگه. کی بود میگفت قلب میدم کلیه میدم. غلط کردم. چی کار میکردم ها؟ چی کار میکردم؟ آخرش هم که باشون رفتی ماشین سواری برد خون بابا من رفتم بشین میگم آقا من اون آدمی که فکر میکنی نیستم من اون بزرگواری که فکر میکنی نیستم اشتباه کردم غلط کردم اصلا میگم نمیتونم ببخشی بهش گفتی؟ حضرت عباسی گفتی؟ نه خیر چی میگفتم؟ اون خودش بیشتر از من ترسیده بود چی میگفتم بهش؟ بیا بخور قربونت برم مسعود تو الان میخوای کلیت رو اهدا کنی چشم همه آدم ها به توی باید بتونی به خشمت غلبه کنی از طرفی حق با مرتضی هم هست مسعود یه قول معروفی وجود داره میگه وقتی دستات خالیه وقتی هیچی برای از دست دادن نداری هر کاری از دستت برمیاد انجام بده حالا پیشنهادی داری یا یکی از ایده‌های اقتصادی تینم نه یه تئوری عقلیه الان چیزی به ذهنم نمیرسه فقط میفهمم اون خسته ای مالمون خوش نیست بهتره بگیریم بخوابیم استراحت کنیم صبح یه فکری به حالش میکنیم بچه فقط بدونی فردا روز مهمی برای هممونه چرا چشاتو میبندی؟ باید بیهوشم دیگه بخوابم این آمپول بیهوشی نیست این آمپول بیهسیه تو شاهد همه مراحل عمل هستی تو اشکال نداره فقط دکترای عزیز من بدون بگم من کلی هم سنگ سازه و به دردی نمیخوره بیهسیه موضعی شروع شده حالا قشنگ میتونی تماشا کنی از این به بعدشو میسپارم به شما خانم دکتر دکتر فوقانی هستم فوقانی؟ عمل شروع میکنی یه چیزی؟ عوض اقا من عاشق قلبم موز حامدی چی داری؟ حامدی تو اینه چی کار داری؟ موز چی میگم؟ میگم این ندارم دیگه لطفاً زبونشم بیحس کنید آفت خانم باشه فقط من تا حالا بیحس نکردم بده من منم بلد نیستم ولی همیشه دوست داشتم نقشه دکتر رو بازی کنم من گلبشو خیلی دوست دارم دکترها گفتم بهترین گلبه رو تو داری خب
اوج استفان برش بده، بذار پریشانش. نترس حامد، نترس. این که حامد نیست، محسوده. دارم به خودم میگم آخه این اولین جراحیمه. این که خیلی گرکه، این الان با تو کاری نداره پسرم. اگر عمل موفقیت آمیز نبود بعد وارد عمل میشه. عجله نکن، این روش بفهمید. چی کار میکنی؟ من خو هنوز زنده. چی بابا گفتم؟ یه چیزی بندازم روت، پهلوات سرما نخوره. ای بابا که این پهلوام، ای برام بگیره این پهلو، یعنی دو هزار نمیارزه. نایمان خواب هنوز؟ شاید اتفاقی براش افتاده. باید یه فکری بکنیم. فکر او همش داریم فکر میکنیم. ما یه حلقه گم شده داریم، اونم عمله. باید وارد عمل شیم. حالش خیلی بده، دیشب نزدیک بود به من حمله کنه. حمله؟ چرا همه چیزو گنده میکنی؟ آقا من دیشب تو صبح فکر کردم، شما که به من اعتماد داری. نه. بیشورا. چه فکری هست حالا؟ کاش سطح شعورتون انقدی بود که میتونستم این نقشه رو براتون توضیح بدم. یکم منتظر باشیم با نتیجه مثبتش برمیگردم پیشتون. فقط عجله نکنیم، بذارین کار تمیز در بیاد. حامد هر غلطی میخوای بکنی بکن، فقط فکر کن واسه خواهر مادر خودت داری تلاش میکنی. به چشم خواهری نمیذارم یه عضو ازش کم بشه. باک یه کاری میکنم کلیه رو وانه کرده پس بفرستن. در برابر عمق استراتژی و قدرت کلام من کو هم طاقت نمیاره. عمق استراتژی چه ربطی داره؟ من الان برای توضیح بدم متوجه نمیشی دیگه. اما مطمئن باشین که حامد خجسته فال قطعا یه راهی خواهد ساخت، یا قطعا یک بیراهی خواهد ساخت. شما عمران هم میخونی نه؟ هنوز راه و بیراه رو متوجه نمیشی. به بزرگ راه برسین که اصلا گیرپاج میکنی. لیاقت حضور منو ندارین. میرم رو استراتژیم کار کنم. شما هم مثل من بهش اعتماد نداریم. دیشب داشت یواشکی با تلفن حرف می‌زد. با کی؟ نمی‌دونم چی میگفت. درست نفهمیدم، میگفت از تن یکی دیگه در بیاریم بذاریم تو تن یکی دیگه. بحث قیمت بود، بحث دلالی و گرفتاری و پول و اینا. نمی‌دونم، داشت مذاکره می‌کرد، اینگاه داشت معامله میکرد. رفته بود یه گوشه داشت یواشکی حرف میزد. آخ این یه گوشه میره حرف بزنه، قراره یه گندی بزنه. منم حامد دیشب باهاتون تلفنی صحبت کردم. بله یه جایی بودم که نمیشد خیلی راحت حرف بزنم. بله شناختیم. پس قربان، من از دیشب تمام این سایت های اهدای عضو زیر و رو کردم، واقعا منصفتر از شما پیدا نکردم. درسته. بله فقط یه سوال، این 50 میلیون تومان مقطوعه؟ صحیح. و اینکه اگه من یه پیشقسطی بدم ما بقیشو میتونم دیگه اقساط پرداخت کنم. خیلی عمالی. پس من مزاحمتون میشم که این پرونده پزشکی رو بررسی بکنم. نه 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 من که بهتون اعتماد دارم،
فقط این که این دوستم واقعیتش کسی که میخوام کلیه رو براش بگیرم تو وضعیت روحی نیست که من بتونم بهش یه بار دیگه امید علکی بدم. بله بله میدونم کجاست. نیم ساعت دیگه میرسم سر قرار. خداحافظ. نشستم. بله زیر درخت شکسته. شما کی میرسین؟ رسیدی؟ اینجایی؟ اینی؟ خوش اومدی. صفا بردی داداشی. اگه هم میشد همونجا هم صحبت کنیم و حتما لازم نبود که بریم دفتر. ببینم کلی هم میخوای ها؟ نه تخفیف هم میخوای یا همون 50 تومن خوبه واسه؟ نه 50 خوبه، تخفیف برای چی؟ خیلی هم منصفانه است بری من. مهریه نداده؟ نه نداره آقا. اختلاس کرده؟ چیزی غیب کرده؟ این چیزا نیست، شما فقط گمشون نکن. گفتی واسه رفیقت میخواد؟ نه نه من اینو برای خودم برای خودم میخوام. اون زبه ساله واسه تو بدنم ندارم، میخواستم بردارم برای خودم. ببینم سالمی که دندونات هم ردیفه، ایسکا کردیم آقا. نه دندونا همه خرابه، برو خراب رو کشه. اجالت نمیکشی؟ میخوای مفبره کنی واسه ما؟ با تو 50 تومن اونم اقتصادش میکنم دیگه. آره پسیونه دیگه ها؟ نه من اصلا پول و اقتصاد نمیدونم. فکر میکردم قیمتش با همین کنم دیگه. نمیدونستم. آره تو نمیدونی ها؟ اما دیشب خوب مشاوره میدادی ها؟ بچه زرنگ شدی برای ما؟ خواست سر ما رو شیره به مالی؟ غلط کردم. ببین ما لغمای گنده تر تو رو برمیداری. تو هم امروز خیلی خوش شست بودی که ما دوتا گول لازمیم. بگی شارتش کن ببینم. ببین کارتش کنی رفتی آزاد ها برای خود سفر کن. چه خواهد؟ هرشو ما همش کلا 5 شما پول دارم. چی؟ فکرم میگه مذاکره میکنیم حل میشه دیگه. مذاکره میکنیم؟ مگه اینجا ژنو؟ بلش 25 گفتونیم نقد بقیه قصی بگیر. هرچ کن بیاد ببینم کارتشو. ندارم میگم ندارم. 50 تومنش هم به تخفیف میدم که پول آشانس بده. کجا نمیدارم دارم قیمش میکنم. برو بازشو بگی، برو تو دلش. برو پلیس بگیرم. بگیر هر کاری دوست داری بکن. برو بکن. دیگه کجا بودی؟ سیاره ما پلیس بود؟ پلیس نبود که بابا. تو هم جن زدی بیا بریم بابا. Mm-hmm.
آی من خودم میبندم. خودم مراقب باش، مراقب باش. مرسی نگرم به سلامت. خیلی نزدیک بود. نزدیک بود؟ داشتن میکشتن. تحبیت چرا بستی؟ نباریدن که زخمم نشد. خوشی خوشی اینجوری دلم قرص داره. این ایده های درخشان شما تا یکی دو روز دیگه برای هیچ کدوم اون کلیه ملیه باقی نمید. آخ من چی به تو بگم حامد؟ چی به تو بگم؟ واقعا از تو بعیده حامد. بیا یه بخور، بیا بخور حالتو خوب بکنم. کمک کنیم برنش، کمک کنیم برنش، کمک کنیم برنش، کمک کنیم برنش. آی 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 مراقب باش. آروم 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 آی 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 آخ دمت گرم، دست درد. زهرمار نن درد، تو با این ایده کذایی را افتادی رفتی به ما هیچ حرفی نزدی؟ شانس آوردی ما بهت اعتماد نداشتیم. اون راننده موتوری بنده خدام دلش برای تو سوخت. این سایت خیلی معتبر به نظر میومد. من میخواستم کمک کنم، رفتم گشتم دیدم اینا آگهی دادن قیمت مناسب. من میخواستم برم پرونده پزشکی یارو رو یه نگاهی بندازم، سر پول باش مذاکره کنم. همین اصلا نمیدونستم قضیه انقدر جنایی بشه. میخواستم بررسی کنم اگه همه چیز اوکیه که این کلیه رو بگیریم برای مسعود، اونم قسطی. احمق روانی. آقا من اصلا رفتم یه کاری کردم، شما ها چی؟ بعدشتم فکر و خیال این بچه قدرت آنالیز منو آورده پایین دیگه. آدم هیچ وقت نباید بیزنس رو با رفاقت قاطی کنه. حالا مسعود کجاست؟ شما که زنگ زدین شاهکارتون رو گفتین، بلند شد رفتش لباسش رو پوشید گفت منم قدم بزن. اون رو بخور. بفهم آخه تموم شد؟ مرسی. بله چیزم داریم، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. چی میخوای؟ والا فعلا یه چی برای کلیه. بله داریم، خوبش هم داریم. سرکه، سیب، برگه، گزنه، سیاه دونه با عسل، عالی ترکیبش. یعنی اینا برای کلیه همه ایشون خوبه؟ سنگ کلیه رو میشوره و میبره، کلیت میشه آجپند و دست اول. بح 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 عالیه. فقط عدی آقا من یه چی میخوام دقیقا عکس اینو عمل کنه، داری چیزی؟ حالت خوبه آقا؟ بله اتفاقا مشکلم اینه که حالم خیلی خوبه، ولی یه چی میخوام برای یه مدت این کلیه منو سنگ ساز کنه. عدی آقا سنگ بده یکی این هوا، داری چیزی؟ بله برو بیرون آقا، گفتم برو بیرون. او چیزی نگفتم، عطف خانم ها برده؟ بله گفت ما دست نزنیم بشیم. بخواه جون بگیریم. مسعود خوبی؟ مجبور نیستی سر حرفی که زدی وایستی یا هیچ که تالا توی رو در وایستی عضو اهدا نکرد. اگه هم رود نمیشه بهشون بگی من بگم. بخور جون بگیریم. عباس و عباس خواهد داری حرف من دیگه دنبال کلیه نگشته.
من نمیتونم امیدشو ناامید کنم. فردا میرم برای آزمایش، دوشنبه هم که اول. آماده ای؟ آماده. بزرگوار، تو اومدی رو پای خودت وایستی، جفت رو قلب ما وایستادی که آکره دارم. آی این بزرگوار قیافش رو میدیدی فکر میکردید قلبش از طلاست. تو چه نمیخواستی کلیه بدی؟ واسه چی این بازی رو را انداختی؟ مثل پسر نداشتم بودی، ولی حالا مثل یه تیکه سرب داغی تو کردی. آقا مسئول، شما مسئول مرگشی، عذاب وجدان ولد نمیکنه. عملش کنه؟ چی گفت حالا؟ هیچ، فقط هیچ کیو نمیخواد ببینه. اینو هم داد. خیره، این چی هست حالا؟ حتما وقت وصیت نامشه دیگه. من میرم به عباس آقا میگم، به عاطف خانوم، به خانوادهش، به هر کی که لازمه میگم. حامد نه، حامد واستا. حامد کجا میری؟ سلام علیکم. عباس آقا ما یه دقیقه باید با شما صحبت کنیم. دارم صحبت میکنم بابا. عباس آقا جسارتم واقعا موضوع مهمی. بابا جان دارم صحبت میکنم، چقدر حالید شما؟ داداش حالا بده من گوشیو، شما نباید زیاد تکون خوری. الو جانم بفرمایی، من خواهرشون هستم. از کجا؟ نوبتش شده. جدی میگی؟ نه خوشحال که شدیم. چی میگه؟ بله بله، پرونده پزشکیش همونه. تو رو خدا، عجب. باشه من الان با دکتر هماهنگ میکنم. ممنون، مرسی، خدا حافظ. از بانک اهدای عضو بود، همون جایی که چند وقت پیش ثبت نام کرده بودی. الان نوبتش شده، کلیه پیدا شده، آزمایشاش هم همه درسته. عجب حکایتی. داداش تو که میدونی من چقدر دوست دارم، ولی میخوام یه حرفی رو کوپس کنده بهت بزنم. به نظر من بهتر همین کلیه که پیدا شده رو پیوند بزنی. آخه این مسبود هنوز اول زندگیشه، اول جوانیشه. راستا من نمیدونم کی میخواد به مسبود بگه. اینقدر بخشنده است که اصلا تحمل شنیدنشو داره. من میگم من خودم میگم. برو منو که اصلا خط بکشین، چون گفتن خبر خوب که تو این روزه باورپذیر نیست، به خصوص اگه من بگم. خب آقای نشاط، حالا تصمیمتون چیه؟ همین کلیه تازه رو پیوند میزنیم، ولی در ضمن خانم ما میخواییم یکی دیگر از دادن کلیه منصرف پیش کنیم، ولی میخواییم طوری که دلش نشکنه. مطمئنی؟ بله بله.
بسیار خوب، میتونیم بهشون بگین کراتینینش بالاست. مگه کراتین برای تقویت مو نیست؟ اون کراتینه، این کراتینینه. ببینید کراتینین یعنی یه سمیه که اگه کلیه نتونه دفع بکنه آماده نمیشه برای اهدا. بله ببخشید. میخواستم خواهش کنم یه نفر رو با آرام بخش میتونید همراه من بفرستید اتاقشون؟ بله حتما خانم دکتر، شما میتونین همراهشون باشید. بله حتما، ممنونم. مسعود، یه خبر بد برات دارم. حقیقت موضوع اینه که دکتر فوقانی آزمایشای تو رو یه بار دیگه چک کرد. بابا کلیه تو کراتینش، پلاتینش، اوره، چربیش همش بالاست. تو نگران من نباش، برای من کلیه پیدا شده. یعنی چی چی؟ من مطمئنم بازم فرصت فراهم میشه که شما اعضایتو اهدا کنی مسعود آقا. یعنی چی چی؟ یعنی که کلیه توی تنت میمونه. یعنی کلیه و جنوه دلار. آخه یعنی شب شب مهمون توی اونم تو خونه نه تو بمارستی. بشر واقعا کیس پیچیده ایه. میدونی نقص آقا، بعضی وقتا آدم ها در مقابل قصه های بزرگ عکس العمل های معکوس نشون میدن و این درست همون مکانیزم دفاعی انسانی که علم ثابتش کرده. بابا من نباید اونجوری یه ها بهش میگفتم، تقصیر منه. نه شما به بهترین شکل ممکن که میشد بهش گفتیم، فقط این بچه برخلاف اینکه کال مغزه آدم احساساتیه. شما یه چیز مهم میخواستید به من بگید، چی بود؟ ما میخواستم بگم که این مسعود این لحظات آخر خیلی دوست داشت که شما کنارش باشید. این به سر همیشه منو شگفت زده میکنه.